با سلام و درود. در این ویدیو قصد داریم شما رو در مورد تحصیل رایگان پزشکی و دندان پزشکی به زبان انگلیسی در ایتالیا راهنمایی کنیم. تا سال 2009 رشته پزشکی و دندان پزشکی در دانشگاه‌های دولتی فقط به زبان ایتالیایی و با آزمون آلفا تست ممکن بود. ولی از سال 2009 دانشگاه‌های دولتی ایتالیا شروع به ارائه رشته پزشکی و دندان پزشکی به زبان انگلیسی کردند و هم‌اکنون 12 دانشگاه دولتی و معتبر این کشور تحصیل در این رشته را به زبان انگلیسی ممکن ساختند. حالا چرا ایتالیا؟ شما برای ورود به این رشته در این زبان فقط یک آزمون ورودی یا همون آیمت در پیش دارید. فقط کافیه دیپلم 12 ساله داشته باشید. شرط معدل نداره و پیشینه تحصیلی شما اصلا مهم نیست. این آزمون در بیش از 20 شهر دنیا برگزار میشه و شما حتی میتونید در شهرهای دبی یا استانبول که نزدیک ایران هستند در این آزمون شرکت کنید. شما قادر به تحصیل به زبان انگلیسی خواهید بود و زبان تدریس، کتاب‌ها، جزوه‌ها و آزمون‌ها به این زبان خواهد بود. ضمناً شما میتونید به طور رایگان و از طرف دانشگاه زبان ایتالیایی رو برای ارتباطات روزمره خودتون یاد بگیرید. دانشگاه‌های کشور ایتالیا در زمینه پزشکی تجربه چند صد ساله دارند. مدرک شما در تمام اروپا و کشور آمریکا معتبر خواهد بود و شما میتونید در این کشورها به تحصیل در مقطع تخصص یا حتی کار کردن بپردازید. ضمناً مدرک دانشگاه‌های ایتالیا برای شرکت در آزمون USMLE کشور آمریکا معتبر خواهد بود. مردمان خونگرم ایتالیا و همچنین تاریخ و تمدن و زیبایی‌های طبیعی این کشور و نیز آب و هوای خوب ایتالیا شما را مجذوب خود خواهد کرد. شما میتونید یک ترم یا یک سال از تحصیل خودتون رو در یکی از دانشگاه‌های طرف قرارداد در یک کشور دیگر اروپایی به عنوان مهمان سپری کنید و مانند خود دانشجویان آن دانشگاه در آزمون‌ها شرکت کنید و در بیمارستان کار کنید. برای دانشجویان غیر اروپایی سهمیه مجزا از دانشجویان اروپایی در نظر گرفته شده که این هم میتونه در قبولی شما کمک شایانی کنه. شما همچنین میتونید با تحصیل در ایتالیا از بورسیه استانی سالانه 5200 یوروی استفاده کنید و بدین ترتیب به صورت رایگان تحصیل کنید. نکته بسیار مهم اینه که رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی فقط در دانشگاه سینا ارائه میشه و همچنین آزمون ورودی این رشته مانند رشته پزشکی آیمت می باشد. مدرک زبان. مدرک زبان مورد قبول سفارت ایتالیا در تهران آیلتس با حداقل نمره 6، تافل با حداقل نمره 78 و FCE با حداقل نمره 169 می باشد. ولی اغلب دانشگاه ها مدرک زبان آیلتس 5.5 و یا تافل با نمره پایین تر را هم قبول می کنند. با این حال شما باید برای پروسه اخذ ویزا نمره مورد نظر سفارت رو ارائه دهید. آزمون ورودی International Medical Admission Test یا به اختصار آیمت آزمون ورودی کشور ایتالیا برای ورود به رشته پزشکی یا دندان پزشکی به زبان انگلیسی می باشد. ساختار آزمون آیمت که معمولاً همه ساله در ماه سپتامبر یا همون شهریور برگزار میشه یک آزمون 90 دقیقه می باشد که از 60 سوال تشکیل شده است. 18 سوال زیست شناسی، 12 سوال شیمی، مجموعاً 8 سوال از دو درس ریاضی و فیزیک بدون تعداد مشخص از هر درس که در اغلب سالها از هر درس 4 سوال مطرح می شود. 12 سوال اطلاعات عمومی و 10 سوال منطق یا هوش. هر پاسخ درست 1.5 نمره، هر پاسخ غلط منفی 0.4 نمره و نمره سوال بی پاسخ نیز 0 می باشد. هزینه ثبت نام در آزمون 120 یورو می باشد. شما در زمان ثبت نام آزمون می بایست به ترتیب اولویت خود 3 دانشگاه را انتخاب کنید. اما این هم در واقع به این صورت است که فقط اولین دانشگاه انتخابی شما مهم است و اگر از اولین دانشگاه انتخابی قبول نشوید، حتی در صورت قبولی در دانشگاه‌های انتخابی دوم و سوم اجازه تحصیل نخواهید داشت و انتخاب‌های دوم و سوم شما تقریبا فرمالیته می باشد. شما میتونید با اخذ ویزا در زمان پیش ثبت نام تحصیلی در کنسولگری ایتالیا در محل دانشگاه انتخابی اول خودتون در کشور ایتالیا در آزمون شرکت کنید و یا بدون ارائه مدارک ویزا
در زمان پیش ثبت نام تحصیلی در کنسولگری درخواست شرکت در آزمون در یکی از شهرهای استانبول یا دبی یا دوحه یا ریاض رو کنید و پس از قبولی با حضور در کنسولگری ویزا بگیرید. روند اخذ ویزا. مدارک مورد نیاز سفارت برای اخذ ویزا: اصل تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی فارسی و بدون نیاز به ترجمه. برای این کار شما ابتدا باید اصل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات 4 ساله دبیرستان رو به اداره آموزش و پرورش ناحیه ببرید و پس از گرفتن تاییدات مدارک ذکر شده رو به اداره آموزش و پرورش کل استان ببرید و مهرها و تاییدات لازم رو بگیرید. سپس با هماهنگ دارالترجمه و گرفتن کد دارالترجمه با مراجعه به پیشخوان دولت درخواست تاییدیه تحصیلی برای دیپلم و پیش دانشگاهی برای دارالترجمه یاد شده رو میدهید. ضمناً فراموش نکنید که این دو برگه تاییدیه تحصیلی ها رو در زمان تحویل گرفتن مدارکتون از دارالترجمه به صورت مهر شده توسط دارالترجمه دریافت کنید و به سفارت ارائه کنید. اما محض احتیاط میتونید با ارائه آدرس سفارت به دفتر پیشخوان درخواست تاییدیه تحصیلی مجزا برای سفارت کنید. اصل و ترجمه دیپلم و پیش دانشگاهی به زبان ایتالیایی. اصل و ترجمه ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی به زبان ایتالیایی. اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی به زبان ایتالیایی. ارائه فتوکپی از تمامی مدارک ذکر شده، هم ترجمه ها و هم فارسی. پرینت برگه انتخاب رشته در سایت universitali.it. اگر سایت با سال تحصیلی جدید همخونی نداشته باشه، دانشجو موظفه که اقرارنامه‌ای رو به زبان انگلیسی یا ایتالیایی تنظیم و امضا کرد و در اون نام درست رشته و دانشگاه منتخبش رو ذکر کنه. البته زبان اقرارنامه بستگی به کورس انتخابی شما دارد. اگر کورس شما به زبان انگلیسی باشد، زبان اقرارنامه هم به همین زبان باید باشد. 5 قطعه عکس 3.5 در 4 پشت‌نویسی شده. کپی گذرنامه از صفحه اول با دست کم 2 برگ سفید و حداقل 3 ماه اعتبار پس از تاریخ ترک حوزه شنگن. اصل و کپی مدرک زبان. برای کورس‌های انگلیسی تنها مدرک مورد قبول سفارت آیلتس با حداقل نمره 6، تافل با حداقل نمره 78 و FCE با حداقل نمره 169 می باشد. فرم A تکمیل و امضا شده. کورس شما به زبان انگلیسیه و باید فرم رو هم به همین زبان پر کنید. مدارک مورد نیاز برای ویزا. متقاضیانی که قصد شرکت در آزمون پزشکی و جراحی کشور ایتالیا رو دارن، با داشتن اختیار انتخاب سنتر آزمون در کشورهایی مثل ترکیه یا امارات میتونن بدون درخواست ویزای ایتالیا در این شهرها در آزمون شرکت کنن و پس از قبولی مدارک ویزا رو به سفارت ارائه کنن. اما کسانی که بخوان در ایتالیا آزمون بدن باید در زمان پیش ثبت نام و ارائه مدارک تحصیلی به سفارت مدارک ویزا رو هم ارائه کنن. تا سال 2018 برای کسانی که آزمون ورودی داشتن ویزای نوع C صادر میشد، به این صورت که باید بعد از آزمون به ایران برمیگشتن، ولی سال 2019 با ویزای نوع D میشد بعد از آزمون در ایتالیا موند و منتظر جواب آزمون شد. اما این روال برای سال 2020 هنوز مشخص نیست و باید دید آیا این ماجرا تکرار میشه یا خیر. فرم دی تکمیل و امضا شده. فتوکپی مدرک زبان. کپی گذرنامه از صفحه اول با دست کم 2 برگ سفید و حداقل 3 ماه اعتبار پس از تاریخ ترک حوزه شنگن. رزرو بلیط هواپیما به نام متقاضی ترم اول برای 15 الی 20 آگوست و ترم دوم برای بعد از 15 فوریه. ضمناً توجه داشته باشید که مقصد بلیط رزرو شده به میلان و روم قابل قبوله، حتی در صورتی که شهر دانشگاه شما این دو شهر نباشه. رزرو هتل در شهر دانشگاهی به نام فرد متقاضی برای 10 روز اول. محل هتل باید نزدیک دانشگاه باشه. شما همچنین میتونید از سایت booking.com برای رزرو هتل استفاده کنید. دقت داشته باشید که رزرو هتل و بلیط هواپیما صوری میباشد، پس صرفاً به هماهنگ بودن تاریخ و ساعت پرواز با تاریخ و ساعت ورود به هتل توجه کنید. نرخ پرواز و ایرلاین و مقدار بار مجاز نرخ هتل اصلا مهم نیست چون سوری هستند.
گردش حساب 3 ماهه اخیر به نام فرد متقاضی یا یکی از والدین که منتهی به وقت سفارت یا شرکت باشه، به اضافه نامه تمکن مالی به نام فرد متقاضی یا یکی از والدین. اگر گردش حساب و تمکن به نام والدین باشه، نیاز است که ترجمه شناسنامه ایشان به زبان ایتالیایی یا انگلیسی نیز ارائه شود. 50 یورو بچه نقد برای تعرفه کنسولی و 21 یورو برای تعرفه شرکت CKGS. دقت کنید که پول‌ها کاملا سالم باشند. متقاضیان آزمون آیمت اگر قصد شرکت در آزمون در سنتری به غیر از ایتالیا را داشته باشند، در زمان پیش ثبت نام صرفاً 21 یورو هزینه شرکت CKGS را باید پرداخت کنند و 50 یورو تعرفه کنسولی را پس از قبولی و مراجعه به سفارت پرداخت می‌کنند. مهم، تمامی ترجمه ها باید رسمی و مهر وزارت امور خارجه و دادگستری رو داشته باشه. شرکت CKGS یا همون Cox & Kings Global Services سال 2019 از طرف سفارت ایتالیا در ایران مسئول تحویل گرفتن مدارک تحصیلی و ویزا شد، به این صورت که مدارک ذکر شده رو با عقص وقت از این شرکت و مراجعه به شرکت در وقت تعیین شده رو تحویل می دادن و در صورت کامل بودن مدارک با تعیین وقت مصاحبه سفارت از طرف شرکت به کنسولگری ایتالیا مراجعه می‌کردند. از اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت به احتمال زیاد سایت شرکت یا کنسولگری برای گرفتن وقت باز خواهد شد و تا اواخر تیر این پروسه ادامه خواهد داشت. اما از اونجایی که مدرک زبان در روز مراجعه به شرکت یا کنسولگری از مهمترین مدارک خواسته شده است و تعداد زیادی از متقاضی ها مدارک خودشون رو به صورت دقیقه 90 میگیرن و یا تأخیر مترجمان در تحویل مدارک متقاضی ها، سایت سفارت در اواخر بازه زمانی یاد شده به شدت شلوغ میشه و متاسفانه هر سال تعداد کثیری از دانشجوها موفق به گرفتن وقت نمیشن. بنابراین توصیه ما اینه که تا قبل از عید مدرک زبان و مدارک ترجمه شده خودتون رو آماده داشته باشید تا به مشکل بر نخورید. روال کلی کار: عکس مدرک زبان تا روز مراجعه به سفارت، ترجمه مدارک یاد شده در لیست مدارک سفارت پس از شروع سال جدید میلادی، یعنی از اواخر دی مدارک تحصیلی خودتون رو ترجمه کنید، زیرا در زمانهای نزدیک عید دارالترجمه ها به علت سیل زیاد متقاضی ها مدارک ترجمه شده رو دیرتر و یا با هزینه بیشتری تحویل میدن. پیش ثبت نام آنلاین دانشگاه تقریبا در اسفند ماه. گرفتن وقت از شرکت یا کنسولگری، تحویل مدارک یاد شده به این نهاد، ترجمه مدارک لازم برای بورسیه استانی در خرداد یا تیر ماه، ثبت نام در آزمون آیمت در اواسط تیر ماه در سایت universitali.it، شرکت در آزمون آیمت در شهریور ماه، عقص ویزا برای داوطلبینی که در سنتری به غیر از ایتالیا آزمون دادن، ثبت نام حضوری در دانشگاه و حضور در کلاس. پیش ثبت نام آنلاین دانشگاه: پیش ثبت نام آنلاین دانشگاه با پیش ثبت نام تحصیلی در کنسولگری متفاوته. بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه تورین پیش ثبت نام آنلاین دارند و شما مدارک مورد نظر دانشگاه رو تا ددلاین مشخص شده در سایت دانشگاه آپلود کنید و فرم های آنلاین رو پر کنید که شامل سوالاتی در مورد شخص شماست، مانند نام و شماره پاسپورت و غیره. بورس استانی: این بورس به مسائل مختلفی بستگی داره، اما در حالت کلی میشه گفت مقدار اون سالانه 5200 یورو میباشد. برای این بورسیه شما میبایست ابتدا با مراجعه به بندوی استان مورد نظر مدارک لازم از قبیل فیش حقوقی، اقرارنامه، اجارنامه یا سند منزل و گواهی یورویی را آماده و به زبان ایتالیایی ترجمه کنید و به تایید سفارت ایتالیا در تهران برسونید که در مواردی امکان تایید مدارک بورسیه در کنسولگری ایران در شهر میلان نیز وجود دارد. بدین صورت که دانشجویان دانشگاه‌های شهر تورین و میلان نیازی به تایید سفارت ایتالیا ندارند و میتونن تاییدات مدارک بورس رو در کنسولگری ایران بگیرن. مبلغ کلی این بورسیه به دو بخش هزینه خوابگاه و هزینه‌های معیشتی تقسیم میشه.
بدین صورت که تقریباً 3000 یورو از اون به عنوان هزینه خوابگاه به شما پرداخت میشه و مابقی به عنوان کمک هزینه معیشتی به حساب شما واریز خواهد شد. اگر اسم شما در لیست افرادی که برنده خوابگاه شدند باشد، هزینه خوابگاه از مقدار کل بورس کم خواهد شد و مابقی اون به حساب شما در دو قسط واریز میشه. اما اگر برای خوابگاه کال نشرید، هزینه اون به علاوه هزینه اسکالرشیپ به حساب شما واریز خواهد شد. در واقع شما اگر در خوابگاهی که متعلق به اداره بورسیه استانی از زندگی کنید، تقریبا 2200 یورو دریافت خواهید کرد و در غیر این صورت کل مبلغ بورس در دو قسط به حسابتون واریز خواهد شد. برای اخذ بورسیه شما باید مدارک مورد نیاز رو تا ددلاین مشخص شده به اداره بورس استانی خود برسونید. اما لازم است بدونید پرداخت این مبلغ تضمینی نیست. در مواردی دیده شده که به علت کمبود بودجه این مبلغ به دانشجویان پرداخت نشده یا از مقدار اون کاسته شده است. علاوه بر این شما موظف هستید که تعدادی واحد مشخص رو در هر ترم یا در هر سال تحصیلی پاس کنید و اگر موفق نشوید این واحدها رو پاس کنید، سال آینده بورسیه رو از دست خواهید داد. در مواردی امکان بازپسگیری مبالغی که قبلا به شما پرداخت شده نیز وجود دارد. هزینه ها شهریه دانشگاه. شما با ارائه مدارک مورد نیاز هر استان به اداره کف یک عدد ایزه میگیرید و از اونجایی که عدد ایزه ما ایرانی ها به خاطر ارزش ریال پایین میباشد، در اکثر دانشجوها میزان شهریه دانشگاه میتوان گفت که به صفر میرسد و یا تخفیف زیادی شامل دانشجو شده و میزان شهریه به زیر 100 یا 200 یورو میرسد. اما شما در اولین ترم تحصیل میبایست که قسط اول شهریه خودتون رو در زمان ثبت نام دانشگاه پرداخت کنید که البته این مقدار پس از چند ماه و بعد از اینکه شما برنده بورس استانی شدید با کسر مالیات به حساب شما باز خواهد گشت و دیگر پولی بابت شهریه پرداخت نمی کنید. هزینه زندگی. در ایتالیا شما میتونید یک خانه کامل اجاره کنید با هزینه تقریبا 1000 یورو یا بالاتر، یا میتونید یک اتاق سینگل یا همون تک نفره با هزینه 250 تا 500 یورو که بستگی به محل شهر زندگی شما دارد اجاره کنید، یا با هزینه پایین تر از 150 تا 250 یورو یک تخت در یک اتاق دو نفره اجاره کنید. البته باید هزینه یک الی دو ماه اجاره رو به عنوان پول پیش پرداخت کنید. به علاوه اگر خانه‌ای که اجاره کرده اید آل اینکلودد نباشد، شما باید ماهانه 15 الی 100 یورو برای پول قبض پرداخت کنید. شما همچنین باید سالانه مبلغی در حدود 150 یورو بابت بیمه، 90 یورو بابت کارت اقامت، 10 الی 30 یورو به صورت ماهانه برای هزینه اینترنت، شارژ سیم کارت 10 یورو ماهانه، رفت و آمد نزدیک 300 یورو سالانه، خورد و خوراک 100 تا 250 یورو ماهانه که هزینه هر وعده غذا در سلف 1 الی 3 یورو و اگر خودتون آشپزی کنید این هزینه به ماهانه 70 الی 150 یورو کاهش پیدا خواهد کرد. هزینه تفریحات سالم، مسافرت، باشگاه ورزشی رو هم میشه در حدود 50 الی بالاتر در نظر گرفت. اما نکته اصلی در شهری که شما در اون زندگی میکنید و سبک زندگی شماست. هزینه های زندگی کاملا به خودتون بستگی داره. اگر اهل رستوران رفتن باشید هزینه های بالاتری خواهید داشت، اما به طور میانگین میشه با ماهانه 500 یورو زندگی کرد.